سلام دوستان، وقتتون بخیر. بریم برای دومین دیوارکوب از مجموعه دوتاییمون. بشقابمون رو خوب سنباده میزنیم تا اگر برجستگی داره برطرف بشه. گرد و غبارش رو با یک دستمال پاک میکنیم. برای رنگامیزی دور سفال از یک بشقاب که سایز مناسبی داره استفاده میکنیم. از رنگ آکریلیک استفاده میکنیم. به رنگ طلاییمون دو سه قطره رنگ زرد هم اضافه میکنیم. با چند قطره آب رنگمون رو رقیق میکنیم. خوب هم میزنیم تا کاملا ترکیب بشن. با استفاده از قلموی سرتخت شماره 8 دور تا دور بشقابمون رو رنگ میکنیم. یکی دو دقیقه اجازه میدیم رنگمون کاملا خوش بشه. دوباره رنگامیزی رو تکرار میکنیم. بعد از اینکه رنگمون خوش شد، با یه جسم نوک‌تیز به آرومی بشقاب رو برمی‌داریم. اضافه رنگمون رو داخل ظرف دربسته می‌ریزیم و نگه می‌داریم. برای درست کردن رنگ سبزابی به رنگ سبزمون دو سه قطره رنگ آبی اضافه می‌کنیم. با چند قطره آب رنگمون رو کاملا رقیق می‌کنیم. برای روشن‌تر شدن رنگمون چند قطره رنگ سفید هم اضافه میکنیم. برای رنگامیزی زمینه از قلموی سرتخت شماره 25 استفاده میکنیم. بعد از 2-3 دقیقه رنگمون که خوش شد، با استفاده از قلموی سرتخت شماره 8 دور تا دور کارمون رو مرتب میکنیم. طرحمون رو که با توجه به سایز بشقاب پرینت گرفتیم برش میزنیم تا برای انتقال روی سفال آماده بشه. حتما به پشت بشقاب، جایی که برای آویز کردنه، توجه میکنیم. طرح و کاربن رو با چسب روی ظرفمون ثابت میکنیم. با یه مداد طرح رو منتقل میکنیم. به رنگ سفیدمون حتما یکی دو قطره رنگ آبی اضافه میکنیم تا رنگ حالت گچی نداشته باشه. با قلم داتینگ رنگامیزی رو انجام میدیم.
رنگ طلایی که قبلا نگه داشته بودیم رو قبل از استفاده خوب هم میزنیم تا کاملا یک دست بشه. برای رنگامیزی جاهای ظریف از سایز کوچکتر قلم داتینگ استفاده میکنیم. بهتر اول با مداد طرحمون رو مشخص کنیم، بعد رنگ‌آمیزی رو انجام بدیم. بعد از اینکه رنگمون کاملا خوش شد، یک بار دیگه رنگ‌آمیزی رو تکرار می‌کنیم تا رنگمون کاملا پوشش بده. اجازه میدیم طرحمون کاملا خوش بشه، بعد نقطه کوبی روی ظرفمون رو انجام میدیم. توجه داشته باشید رنگی که برای نقطه کوبی استفاده می‌کنید نسبت به رنگی که برای رنگ‌آمیزی استفاده میشه باید غلیظ‌تر باشه. حتما بین کار قلم رو با یک دستمال تمیز می‌کنیم، چون رنگ آکریلیک روی قلم خیلی زود خشک میشه و نقطه هامون یک دست نمیشن. دورگیری کارمون رو با رنگ آبی و کوچکترین سایز قلم داتینگ انجام میدیم. Thank you.
زمان میدیم کارمون کاملا خشک بشه. بعد از حدود 24 ساعت رنگمون که کاملا خشک شد، گیره پشت بشقاب رو هم نصب میکنیم. برای براق و ضد آب شدن کارمون از اسپری براق کننده استفاده میکنیم.